از کسانی باشیم که هر دم جهان را پر از عشق، مهر و داد می کنند. بازتاب اندیشه های مزد یسنی در انجمن زرتشتیان ترکیه. درود به همه مهربان یاران گرامی. امروز یک شنبه 11 اکتبر 2020 برابر با 20 مهر ماه 1399 خورشیدی گرد هم آمدیم تا برای اشوند دکتر علی اکبر جعفری، فرزند راستین ایران زمین و زرتشت که در هفته گذشته با هزاران توشه نیک از این جهان درگذشتند، بزرگداشتی برگزار کنیم و یادشان را گرامی بداریم. در این برنامه استادانی چون دکتر مهرآور سروش کابلی، بانو ژیلا زند آریانا، مهرگان ملکی، بانو آباد دریا و دیگر بزرگان ما را همراهی می‌کنند. به روان و فروهر نیکان و پارسیان درود باد. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. حازمان فرهنگی زرتشتی ایران یکی از بزرگترین دانشمندان نیک‌گستر و مهرگستر خود را از دست داد. اشوند دکتر جعفری در درازای زندگی خود خدمات ارزنده‌ای را در راه پویایی و گسترش آیین انسانی زرتشت از خود به یادگار گذاشتند. از این رو انجمن زرتشتیان ترکیه درگذشت استاد جعفری را به همه فرهنگ دوستان و خانواده گرامیش آرامش باد گفته و برای بازماندگان آن انوش روانی، شادمانی و تندرستی و آرزومند است. روانشان شاد و راهشان پر رهرو باد. در این بخش از برنامه در پیشگاه دکتر مهرآور سروش کابلی خواهیم بود از استرالیا. بانو مهرآور درباره نقش دکتر جعفری در راه پویایی و گسترش آیین زرتشت روشنگری می‌کنند. بانو مهرآور خوش پیوستید، درود به شما. میدونم که سخن گفتن امروز درباره استاد دشواره، با این وجود میکروفون رو در اختیار شما قرار میدم، بفرمایید. روزگار همگی خوش باشه و خوش در باشه. همینطوری که آخرین سخنانی که کوروش جان تو گفتی بسیار برا سخت گذشت، چون ما چند هفته پیش استاد رو داشتیم و من برای اون روز خیلی راحت، خیلی با شادمانی مروری کردم درباره آشنایی خودم با استاد جعفری. ولی در هر صورت جزئی از اشخاص نبودن ایشون با ما، و من کوشش میکنم سخنم بسیار کوتاه باشه. نخواست این که هنوز صدای پرمهرش توی گوشم هست که آره جانم مهرآور و مهرآور همیشه با گل هستی. در هر صورت من مقدمه کوتاهی بگم، یه پیش درآمدی بگم. من از نوجوانی در سن 13-14 سالگی شاید با مادرم روانشاد به سخنرانی های ایشون می رفتیم و من از اونجا باهاشون آشنا شدم. مثل همیشه خودم پرسش‌های بسیار داشتم و این چنین آشنایی ما آغاز شد. سپس استاد یکی از نخستین کسانی هستن که انجمن باستان شناسی و باستانی ایران رو بنیاد گذاشتن و با همکارانشون درباره فرهنگ باستانی ایران سخن میگفتن. اون موقع خیلی در این مورد نه علاقه‌ای بود نه کسانی بودن که دانش این کار رو داشتن. بعدن در مهمترین قدمی که استاد برداشتن در شناخت گاتها بود، چون در شناخت گاتها زرتشت خودش میگه که خوبه که این راه اشعار رو به دیگران بیاموزیم، آموزش بدیم و همه میتونن در این راه قدم بردارن و گسترش
بدیم این کار رو. این در زمانی هست که زرتشتیان بسیار بسیار درهای اندیشهشون و درهای قلبشون کاملا بسته است و در محیط اسلامی شاید 80 سال پیش، شاید 70 سال پیش بسیار بسیار سخن تازه‌ای بود و شجاعت می‌خواست و استاد نه اینکه این سخن رو به روشنی گفتن که پژوهشگران ما به این روشنی نگفته بودن، ولی استاد با کردارشون این کار رو آغاز کردن که دیگران هم میتونن در راه عشا قدم بردارن. این نه فقط دانش میخواد، این یک از خودگذشتگی میخواد، یک جرأت بسیار میخواد و صفت راستین عشوند بودن، همین که هر چی رو که داریم و خوبه به دیگران هم بدیم، با دیگران شریک باشیم، به ویژه پیام زرتشت. امروزه هم خیلی این درها بین زرتشتی زادگان باز نشده، شاید یه لایه کوچیکی یه درزی باز شده، ولی هنوز هم این مسئله ساز هست که هر کسی میتونه دوست داره زرتشت باشه و به این راه قدم برداره تا بتونیم جامعه رو به طرف هماهنگی، به طرف شادمانی، به طرف مه و بالاخره به طرف صلح پیش ببریم. استاد خودشون بسیار بسیار، ما چند هفته پیشم باهاشون بودیم که بسیار آرام بودن، همیشه این صفت نه در هر کسی وجود داره، حتی با دشمنانشون، حتی با کسانی که بهشون توهین کردن یا حتی تهدید جانی براشون بود، در هر صورت قدمی رو که برداشتن بسیار مهم بود. این درها رو یا دروازه ها رو به روی دوستداران زرتشت باز کرد. خوب توجه بکنید، اصلا اسم انجمنی رو که در امریکا آغاز کردن اسمش هست انجمن دوستداران زرتشت. بنابراین بدونیم که چقدر روشن فکر بودن. اما یکی از ویژگی های استاد فرش کرد یا تازه کردن و نوجوان کردن محیط خودشون و در هر صورت دانششون بود. میدونیم که از نخستین سالهایی که رسانه های گروهی فعالیت رو آغاز کردن، استاد روی اینترنت اندیشه های خودشون رو پخش میکردن و یکی دیگه از ویژگی های استاد فرشگرد در این سن، در سن نزدیک به یک قرنشون بود، من باهاشون چندین ماه بود سخنی داشتم، ایشون همیشه در مشوق من بودن، استاد من بودن در زمانی که تز می نوشتم و با هم حتی پیش از اون نشستمون با هم سخنی داشتیم و روی اینترنت گفتم استاد دیگه می اندیشم که مزدای زرتشت رو اشتباه خدا بدونیم و بسیار نکته های دیگه که با شما هم در میون گذاشتم. به من گفتن که جانم راست میگی، من دارم یه تجدید نظری میکنم بر همه نوشته هام و کتاب هام، این رو هم تغییر میدم. من میاندیشم الان جیلا خانم با ما هستن، نمیدونم این تجدید نظر در کارهای خودشون و پیش برده و فرش کرده نوشته های خودشون چقدر موفق بودن یا نه. من باز هم از این مسئله خیلی زود و گذرا می گذرم که استاد اولین کسی هستن که میگن برای شناخت زرتشت گاتها، فقط گاتها،
این حرف کوچکی نیست، مخصوصا در اون زمان، به ویژه در اون زمانی که ایشون میگفتن. دیگه بین امیدوارم بین زرتشتی ها هم یک جنبش اندیشه ای به وجود آورده باشن، ولی یادتون نره این واژه و بینش زرتشت هست. گادها، فقط گادها. این سروده رو خیلی هم دوست داشتن با استاد ایرانی، هم با هم عقیده بودن درباره این سروده که ای مزدا ای آفرینش، باشد که از آن تو باشیم و از کسانی باشیم که جهان را فرش و تازه می کنن. اما یک مسئله مهم، آنچه که در زندگی خودشون انجام دادن با همه، با اون آرامش آرمیتی زندگی کردن، زندگی خانوادگی بسیار بسیار پرمهر به هم وابسته داشتن که امیدوارم فرزندان و نوه‌ها و حتی نتیجه‌شون سالم باشن. من آرامش براشون میخوام و پشت پاشون شادی و تندرستی برای خانواده آرزو میکنم. و امروز من یک سخنی هم از حافظ دارم که شاید گویای سخن من هم باشه. حافظ که قرنها دانشمند ما بوده، اشمن بوده، میگه بعد از این نور به آفاق دهم از دل خیش، که به خورشید رسید و غبار آخر شد. من سخنم رو اینجا پایان میدم و برای روان هیر بود و اشوان خوب دکتر علی اکبر جعفری آرامش و شادی آرزو میکنم، و برای خانوادهشون آرامش، و برای همه دوستدارانشون، هر آن کس که دوستش دارند و دوست خودشون دوستشون بود، آرامش میخوام. و به جاست که بگم دوستان بسیار بزرگی رو داشتن و همگامانشون بودن، از جمله اشعبان فرنگیس یگانگی، اشعبان داریوش ایرانی، اشعبان امید مینو سپر و کسان دیگه‌ای، منوچهر فرهنگی، روانشاد، دوستان و همیاران استاد بودن. امیدوارم برای همه آرامش باشه. من سخنم رو به پایان میرسونم. سپاس از سخنان گرانسنگتون بانو. امیدوارم که مزدا نگهدار شما باشه و سایتون بالا سر فرهنگ ایران پایه باشه. در این بخش از برنامه در پیشگاه بانو ژیلازند آریانا هستیم از آمریکا. بانو ژیلازند آریانا همراه و همکار دیرینه استاد بودند و خودشون پژوهشگر و پژوهنده آیین زرتشت هستند و در گسترش این آیین نقش پررنگی دارند. بانو ژیلازند، از اینکه در این شرایط مهر کردید و در این بزرگداشت ما رو همراهی میکنید بسیار ممنونیم. بانو، از ویژگی‌های اخلاقی و سبک پژوهشی استاد برای ما بگید و اینکه استاد آینده آیین زرتشت رو چگونه می‌دیدند. میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید. با درود به همه باشندگان، سخنم رو با یه عشم و هو، البته بابا خیلی با آهنگ دوست داشتن، شروع می‌کنم که عشم و هو و هیشت مستی اوشتا استی اوشتا احمایی یاد اشایی و هیشتایی اشم نکوترین نکویی راستیست رستگاریست رستگارانند
نیکوکاران بهترین راستی. با درود به همه رفتگان و گذشتگان، اول یک کمی خودم رو معرفی کنم برای کسانی که منو نمیشناسن. نام اصلی من آناهیتاست، ولی خب نام دومم جیلاست. حالا یه داستانی داره که زیاد نمیخوام سخن رو دراز کنم. امروز همه صحبت راجع به بابا هستش. من در بابا، البته وقتی تهران بودن، من بزرگ شده آبادان هستم. فقط یه مدت کوتاهی در تابستان می رفتیم تهران. من بچه بودم، اون موقع خیلی نمی شناختم. همینقدر موبدایی که دور برمون بود، به خصوص از موبد شادروان، موبد دستور دستور رستم شهزادی خیلی به یادم میاد. بعد به خاطر کاری که داشتم دور دنیا مسافرت میکردم و در مونتریال سال 1996 میلادی بودش که من در اونجا کار میکردم، در مونتریال کانادا. با دکتر شهروینی در تماس بودم، شادروان دکتر مهربان شهروینی، برای من پیک مهر میفرستادن. من بین ایرانیایی که میشناختم پخش میکردم. توی پیک مهر راجع به انجمن دوستداران زرتشت می نوشتن و از دکتر جعفری صحبت می کردن و اینا. یه موقعی یه نمایشگاهی بود در مونتریال که برای همه ایرانیا بود. قرفه زرتشتی ها رو می خواستن، پرسیده بودن کی می تونه اداره بکنه قرفه زرتشتیان رو. همه یکی میگفت تو میکنی، من نمیدونم. گفتم من بالاخره یه کارش میکنم. با دکتر شهروینی تماس گرفتم، ایشون برای من یه معرفی نامه نوشتن. شروع کردم برام یه مقداری چیز فرستادن، پیکمر از شماره اول فرستادن. بعد شماره تلفن دکتر جعفری و ایرانبانو جهانیان رو به من دادن. من باشون تماس گرفتم، گفتم که ما یه نمایشگاه داریم، میتونیم کتابای دکتر جعفری رو برای ما بفرستین. خیلی خیلی با محبت قبول کردن، برای من کتاب فرستادن، سدره و کشتی فرستادن، خیلی چیزای جالب. بعد اونجا بود که من کتابای دکتر، یعنی پیام زرتشت رو خوندم، گاتا، برگردان گاتا رو خوندم که واقعا واقعا برام یه دنیای تازه ای. برای که من قبلا یه خورده بین زرتشتی سنتی بودم، یک کمی زیاد به سخن راستین زرتشت با آشنا نبودم، ولی واقعا یه دنیای تازه‌ای برام شروع شد وقتی کتابای بابا رو خوندم. بعد بهشون تلفن میکردم، تقریبا ساعت دوی بعد از ظهر اون موقعی بود، من نمیدونستم اون موقع که بابا بعد از ظهرم میخوابیده، ولی با کمال مهر و محبت از خوابشون میگذشتن. با من یک ساعت باشون صحبت میکردم، پرسش های زیادی داشتم. واقعا چشمام باز شد، یعنی یه دنیای دیگه برام شروع شد.
بعد از اون به سال 2009 دیگه کار خودم کنار گذاشتم، فکر کردم میخواستم به کامیونیتی خودم یه خدمتی بکنم. رفتم لس آنجلس، اونجا با بابا تماس گرفتم، با انجمن زرتشتیان جنوب کالیفرنیا. چقدر مهربون بابا، چقدر مهربون، چقدر یعنی واقعا همه چی و تمام قدرتشون رو گذاشته بودن برای خدمت به زرتشتیا. خیلی برای من خیلی جالب، خیلی یاد گرفتم من از بابا، خیلی خیلی یاد گرفتم. صبر و شکیبایی که داشتش، مهر و محبتی که داشت، چقدر بچه ها رو دوست داشت بابا. بعد دیگه من یه مقدار خاطراتی دارم از بابا، اگر فرصتی هست برای من ببخشید. بفرمایید، ادامه بدید بانو. اگر فرصتی هستش بفرمایید بانو. مثلا برای من تعریف کرده بودن چطور با آیین زرتشتی آشنا شدن. میگفتن تقریبا 16 سال، البته دیگه داستان زندگی بابا رو همه میدونن، ایشون در 6 سالگی در کرمان دنیا آمدن، در 6 سالگی به کراچی رفتن به همراه خانوادهشون که اون موقع پاکستان نبود، اون موقع هندوستان بود. بعد اونجا میگفتن که هر کسی هر کامیونیتی مدرسه خودشو داشت، یعنی مدرسه مسلمونا بود، مدرسه زرتشتیا که البته پارسیا بود، انگلیسی ها، هر کدوم یه دبستانی داشتن. بابام خب اون موقع خب فامیلشون مسلمون شیعه بود و خیلی هم پدرشون گذاشته بودن راجع به باور اسلامی و شیعه داشتن یاد می گرفتن. بعد می گفتن که یه دوستی داشتن، این دوست دبستانیشون، گفت خونش می رفتم دیدم توی یه استند بزرگی یک مقدار زیادی کتاب داره. این کتاب به اسم چی بود؟ انسیکلوپدیا برای جوانان. گفتم این کتاب ها رو من میتونم بخونم؟ گفتش دوستش بهش گفته بود آره میتونی ببری، یه دونه ببر، وقتی خوندی بیا یکی دیگه ببر. بابا میگفت من این کتابایی که خوندم عقیدم راجع به دین و این چیزا برگشت. میگفت برای مدت زیادی من به کلی بیدین شده بودم، یعنی میگفتم این چه دانستنی هایی که داشتم با دین جور در نمی اومد. میگفت بعد یه روز یکی از دوستای پارسی بابا یه گاتا رو، اوستا یا گاتا یادم نمیاد، براشون برده بود. بابا میگفت ازش خواهش کرده بود که این کتاب رو بهش قرض بدن. اون موقع میگفتش که میگفت ما تو خونمون بر نداشتیم، چراغ نفتی بود. میگفت شب تا صبح من نشستم این با این چراغ نفتی اینو تا صبح خوندم. میگفت گریم گرفته بود. گفت گریم گرفته بود. یه لحظه گفتم چقدر این سخنان برای من خوبه، به نظرم درست میاد.
بعد به این دوستش گفته بود که البته اونجا با زبان اوستایی هم آشنا شدش. بابا میگفت از دوستش پرسیده بود که آیا میتونم جایی من زبون اوستایی یاد بگیرم؟ دوست بابا گفته بود بله، تو مدرسه ما، رئیس مدرسه ما زبون اوستایی میدونه. بعد بابا میگفت رفتم اونجا ازش خواهش کردم که این زبون رو به من یاد بده. میگفت خیلی با روی خوش قبول کرد، شروع کرد. با یادم نیست که ایرج تاراپوروالا اون دوستشون بود که این کتابو بهشون داده بود یا تو مدرسه ایرج تاراپوروالا. میگفت بعد یه مقداری میگفت اونجا من زبون اوستایی یاد گرفتم. بعد بهش گفته بود که دیگه من چیز دیگه ای نمیتونم بهت یاد بدم، میخوای بیشتر یاد بگیری برو پیش به دستور دالا معرفیت میکنه. بابا میگفتن من رفتم پیش دستور دالا، گفت در رو که باز کردم وارد دفترش شدم روبرو نشسته بود، میگفت صورت خیلی باز خیلی روشنی داشت. گفت یه لحظه فکر کردم مثل اشو زرتوش میمونه. خیلی دوست داشت و اونجا پیش دستور دالا زبون اوستا رو به خوبی یاد گرفتم. بابا میگفتن که دستور دالا بهشون گفته بود که من دیگه هرچی میدونستم بهت یاد دادم، فقط یه خواهش ازت دارم که تا 5 سال دیگه، ولی که بابا گفته بودن که میخوام من این گاتا رو به فارسی ترجمه کنم، بهش گفته بودن من ازت خواهش دارم که تا 5 سال این گاتا رو ترجمه نکنی. ولی بابام گفتم من 5 سال نه 35 سال صبر کردم و وقتی به تهران رسیده بودن اونجا برگردان گاتا رو شروع کردم که خیلی به نظر من یکی از بهترین ترجمه های فارسی هستش. یکی نه شاید بگم بهترینه، برای من بهترینه. خلاصه خیلی زحمت کشیدن بابا، مسافرت های زیاد کردن، برزیل رفتن، ونزوئلا رفتن. یکی از کسانی که همراه بابا بود یه آقای کوبایی بودش به نام رونالد دلاوگا. تعریف میکرد از انرژی که بابا داشتن. میگفت ماها یه جایی قرار بود بریم که سدرکوسی بود، پیاده داشتیم میرفتیم. گفت یه تپه بلندی بود. گفت ما همجور بخز داشتیم تپه رو بالا میرفتیم، دیدیم بابا تپه رو بالا رفته داره از اون طرف میره پایین. اون موقع بابا 85 سالشون بود. خیلی خیلی انرژی داشتم. خیلی خلاصه چی بگم، خاطرات زیادی دارم از بابا. وقتی لس آنجلس بودیم پروفسور خود لویس ابریو که اهل ونزوئلا هستش و گاتا رو به اسپانیایی ترجمه کرده، با ما تماس گرفت، گفتش که از کردستان، انجمن زرتشتیان کردستان با من تماس گرفتن
میخوان که یک کسی راهنمایی بکنه بشون. من به بابا گفتم، بابا با کمال میل قبول کردن، با کمال میل. و اون موقع بود که با عوض جان، عوض دریا آشنا شدیم. مرتب تلفنی باشون صحبت میکردن. خلاصه یه کمی ببخشید، من یه کمی بعضی وقتا چیز میشم، احساساتی میشم، کمی باید خودم رو کنترل کنم. خیلی دلم برشون خیلی تنگ میشه. شما پرسیده بودین که کدوان کوروش پرسیده بودن نگر بابا راجع به آینده زرتشتیان چی بودش. بابا همیشه مثبت بود نگرش به همه چیز، به همه چیز. میگفتن که پیام خوب، پیام راست راه خودشو میره. و من یک کمی بعضی وقتا یک کمی قهر میزدم اینا، چرا اینجوری میشه، چرا اینجوری میشه، دین زرتشتی درست جلو نمیره. میگفتن اینجور نیستش، اگه دقت بکنی هر روز بیشتر و بیشتر مردم دارن آشنا میشن با پیام زرتشت. خیلی مثبت همیشه راجع به همه چی افکارشون مثبت بودن. همطور که بانو مرزانی گفتن، بانو مهراور گفتن، بابا همیشه میگفتن که جهان هستی در حال پیشرفته، در حال و اهورامزدا همراه با همه، حتی اهورامزدا هم در حال پیشرفته. و میگفتن که باید همه چی رو نو بکنیم، باید زمان حال و زندگی بکنیم و هی یاد بگیریم و گسترش بدیم، هم خودمون و هم روان خودمون و هم دانستنی همون. برای همین درست میگین شما بانی مهراور، خودشون بعضی وقتا کتابای خودشون رو بعضی جاهاشو به خودشون ایراد میگرفتن، میگفتن که این درست نیست، باید اینو درست بکنم، یه چیز دیگه بنویسم. اینطوری بود برصورت. تا اینجا خاطره من، خیلی خاطره های زیاد دارم از بابا، ولی نمیخوام وقت همه رو بگیرم. اینجا به سخنم پایان میدم، اگر پرسش دیگه ای کسی داره در اختیار هستم. سپاس از شما، باز هم آرامش باد میگیم، روان استادم شاد باشه، مزدا نگهدار شما باشه بانو نازنین. در این بخش از برنامه در پیشگاه هنرمند خوبمون مهرگان ملکی هستیم از ایران، به آهنگساز و نوازنده تار و ستار هستند. مهربان جان خوش آمدید، درود به شما. درود بر شما، درود بر همگی، در خدمت شما هستم. صدا واضح هست؟ آره مهرگان جان.
اگر اجازه بدید من به یاد استاد شجریان، یکی از بطلات استاد شجریان،
تقدیم به شما. درود بر روح استاد و امیدوارم که لذت برده باشید. سپاس از شما مهرگان گرامی که همیشه در بزرگ داشته و جشن ها یار و یاور هستید. ساز و آواز هم بخش جدا ناپذیری از زندگی انسانه و هیچ فرد و گروه و حکومتی نمیتونه این عنصر مهم رو از زندگی انسان ها پاک کنه. با امید روزی که همه هنرمندان آزادانه در ایران زمین به ساز و آواز و هنر بپردازند و شادی آفرینی و مهر آفرینی کنند. در این بخش از برنامه پیشگاه بانو آوات دریا هستیم از کردستان عراق. بانو آوات هم رابطه نزدیکی با دکتر جعفری داشتن و خودشون رو دانش آموخته مکتب استاد میدونن و امشب برای ما خاطره یا رنمود جالبی که از استاد دارن و برای ما بازگو میکنن. بانو آوات درود به شما، خوش پیوستید، میکروفون در اختیار شماست. درود می شما. سلام. Dear Zoroastrian, wish you all good day. Today we are all feeling sad about the separation of our dear light Baba Ali Jafari. But at the same time, I feel proud as I had honor to meet him twice on two visits to America to get to know him for the first time back to when I was on my first visit to America in 2017 in the month. So I was in the IVLP program with some of my colleagues from the Minister of Endowments and Regions Affairs, which took a month after that. At the beginning of April, I had the honor to visit my dear Zoroastrians in Los Angeles, as accompanied by dear brother Marwan Naqshbandi, who was the director of public religion in the Ministry of Endowments and Religions Affairs in Kurdistan Region, Iraq, who was also a part in the same program IVLP organized by the US State Department with the coordination and affairs of dear friend Dr. Faridun Karim, who arranged our visit to the Zoroastrian Assembly in the California. I thank him for that. In my first meeting with Baba Jan, where he greeted us at the door of his office, he hugged me and said to me, "From now on, I am your spiritual father." And he welcomed us during the 9 days of our presence in the Los Angeles. I have many memories that are dear to my mind and my heart, which I am proud of, and those memories will remain forever in my mind. The first memory for me, on the day he took us with him to visit two Zoroastrians at Tejga in Los Angeles. And another day, we went together to the market, bought for me as the gift 2-piece jacket, which I still keep it. The second day, of course, I think it was Sheila also with us. He always advised me to stay away from the problems and take things simply. For example, I told Baba Jan, I told him a story about some bad pupils who hate Zoroastrian in the Kurdistan region are imprinting the Zoroastrian logo
on slippers and shoes with the aim of making and understanding the Zoroastrian religions. Baba Ali Ja'fari advised me to take it simply because whatever they printed it and placed the flower in any place, it does not affect the essence of the Zoroastrian because the flower are prints in the mind through and faith of the Zoroastrians. And he also said in